سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. برنامه این هفته تلویزیون رو به شما عرضه می کنم. در قسمت اول مصاحبه دارم با دکتر محسن شهمنش که متخصص بیماری های عفونی هستن درباره کرونا در ایران، و در بخش بعدی به رویدادهای سیاسی هفته توجه بفرمایید. با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و برنامه امروز رو به بررسی مسائل کرونایی در ایران اختصاص دادیم. به همین دلیل از دکتر محسن شهمنش که متخصص بیماری‌های عفونی هم هستند خواهش کردیم که تو این برنامه به ما بپیوندند. دکتر محسن، ضمن سلام به شما، من مطمئن هستم که طی یکی دو بار گذشته که ما با هم صحبت کردیم در مورد کرونا، از اونجایی که وقت زیادی گذشته، مدت زیادی گذشته، تغییرات زیادی هم به وجود اومده و مردم ایران به خصوص کسانی که داخل ایران هستند و در معرض اخبار مختلف و تفسیرات مختلفی هستند که با ویروس کرونا چیکار کنن، چجوری خودشون رو مجهز کنن و چجوری خودشون رو واکسینه کنن و یا علائمش چیه و شدت و ضعف گونه های جدیدش چیه، میخواستم اگر ممکنه شما یه مقداری در ابتدا در این مورد با بینندگان تلویزیون ما صحبت کنید تا بعد بپردازیم به سوالات مشخص. بفرمایید. خیلی متشکرم، ممنون که از به من اجازه دادین که با شما صحبت کنم دو مرتبه. ببینید، اون دفعه قبل که ما صحبت کردیم گونه یا الان بهش میگن سویه که در ایران شیوع کرده بود، که از جنوب هم کنجا که آدم شروع شده بود، اون آلفا بود که از انگلیس شروع شده بود. الان در ایران اون سویه اصلی، سویه که واقعا داره کنفرکوم میکنه، سویه دلتاست. همه میدونن این سویه دلتا یه تفاوتهایی با سویه های گذشته داره که شاید بد نباشه یه صحبت کوتاه راجبش بشه. اولا من لحاظ بیماری به نظر میرسه که یه مقدار بیماری که این وجود میاره یه سر متفاوته از قبل. به این معنی که اولا آدم جوانترها بیمار میشن، یعنی دستر کسانی که بی جوان هستن و به این ویروس مبتلا میشن و یه بیماری میگیرن بالاتر از گونه های قبلی یا سویه های قبلی بوده. و نه تنها این، بلکه اون دوران بیماری هم طولانی تره درش. اونا که بیمار میشن دوران بیماری هم طولانی تره. یعنی این لانگ کوویدی که صحبتش هست، کووید دراسی صحبتش هست، الان بیشتر دیده میشه. این از لحاظ بیماری هست، نه خیلی بیشتر، ولی یه تفاوت اینجوری داره. تفاوت کوچیک دیگه هم داره، مثلا اسهال خیلی بیشتر هست، کری بیشتر هست. ولی چیزی که خیلی ویژگی این سویه هست و ویژگی واقعا به دلیلی که به این سرعت خودش رو در سطح جهان به صورت سویه اصلی در آورده، دومیننس، سویه در واقع بهتر در آورده، قدرت هم واگیریشه. ببینید، ما توی چیز اپیدمیولوژی یک رقمی داریم به نام آر. آر چیزی که میگه، میگه یک کسی که به این ویروس مبتلا هست به چند نفر دیگه منتقل میکنه. و
در اون اولی که این ویروس اومدش توی چین شروع شد و توی جوامع جهان گشت، حدود رقم آر حدود 2 بود، یعنی هر فردی به 2 نفر انتقال میداد. این دلتا آر یعنی مساویس با 6، یعنی هر فردی به 6 نفر میده. یعنی میخوام اگه این توجه بدن این درست، یعنی به واگیری این دلتا اندازه واگیری سرخکه، یعنی واقعا واگیری. و این یه مفهومی داره، یعنی اگه تو بخوای ایمنی گله ایجاد بکنی با این آره شیش، آره مساوی با 6، لازمش این که پیش 90% شاید پیش 95% جامعه رو واکسینه کرده باشی. ولی خب همین که خیلی مشکل هر جای دنیا بهش رسیدن، چه برسه به کشورهای مثل کشورهای مثل ایران. برای این یه واقعا این یکی از علتی که این خیلی موفق بوده دقیقا این قدرت واگیری جدیدشه. خیلی ممنونم. ببینید توضیحاتی که شما میدید خب خیلی هم میتونه ترسناک باشه برای مردم بیچاره‌ای که نمیدونن چجوری این کارو بکنن، و خب دولت هم که اصلا براش مهم نیست. در مورد آلفا شما صحبت کردید و اون سویه دلتا، آیا گونه های دیگه ای هم هستن که ممکنه بیان در آینده که الان هنوز خیلی رایج نشده باشه؟ این سری در سطح جهان حداقل 8 گونه هستن که از لحاظ سازمان بهداشت جهانی به اینا میگن گونه های ویژه، یعنی گونه هایی یا قابل توجه هستن یا نگران کننده هستن. ببین سازمان بهداشت جهانی 3 تا کاتگوری داره: گونه های یا سویه های قابل توجه، یعنی باید بهش دقت کرد، سویه هایی که نگران کننده هستن که دلتا یکی از اونها هست که نگران کننده است، و سومی سویه هایی هست که خیلی نگران کننده است، که الحمدلله فعلا تا کنون ما چنین گونه سویه در جهان نداریم، ولی خب باید منتظرش باشیم. این توی هشتا همشون از بیش از یک کشور هستن. اونی که الان خیلی سرسداش در اومده لامداست، سویه لامداست که اول تو پرو شروع شد، من تو از بوده که کشور پیدا شده. منطقه لامدا الان تو ایران مثلا خیلی صحبت ها بوده این برابر که این لامدا چقدر خطرناکه، چقدر سریع میره، چقدر کشنده هست، چقدر در مقابل واکسن ها مقاومت داره و و و که میخوام بگم که بیشتر اینها جز حد زدن و یا شاید دروغ کاملا اوریان چیز دیگه نمیشون، هر آن در شاید دروغ واقعا نمیدونیم که این لامدا چه عواملی داره. منطقه یه سری شواهد وجود داره. اولا از لحاظ ژنتیک طور این تغییر ایجاد شده که ممکنه میشه پیش بینی کرد که شاید در مقابل بعضی از واکسن ها این مقاوم تر باشه، و این در واقع خود پرو نشون داده شده که واکسنی که الان تو پرو خیلی به طور گسترده استفاده میشه، واکسن کووید وکس چین هستش، در مقابل اون مقاومت خیلی بهتره و عملا از زیر چتر این واکسن میتونه فرار کنه در خیلی ها. برای من میشه پیش بینی کرد که شاید واکسن های دیگه هم این کار رو بکنن، البته بعدم میتونیم صحبت بکنیم، ولی مشکل ما الان در سطح جهان اینه که چون تعداد واکسن هایی که واکسن های گوناگونی که در سطح جهان داره استفاده میشه اینقدر زیاد هست که تو میتونی راجع به یه واکسن نظر بدی، ولی الزاما این واکسن بعدی نمیشه بهش بله. شما گفتید که واکسن میبخشید، نه واکسن دلتا، سویه دلتا سرعت پخشش و سرعت واگیریش خیلی زیاده، اختلافش با اون نوع دیگه چیه؟ آیا شدت بیماری رو هم میتونه تحت تاثیر قرار بده یا فقط شدت همگیری رو زیاد تحت تاثیر قرار میده؟ دلتا که هر وقت بیاد شایی هست
بدون شک شدت بیماری مقدار بیشتر کرده. ببینید تو اسکاتلند که مطالعه شد، اونایی که مبتلا به دلتا بودن شانس این که برن بیمارستان دو برابر شد. ببینید شدت بیماری بیشتر کرده و به خصوص اونایی که چیز ندارن که میتونن منتقل کنن از یه فرد به فرد دیگه، یعنی بیماری ایجاد بکنن یا عفونت ایجاد بکنن. الان حدود 6 تا از این سویه ها هست که از نقطه نظر سازمان بهداشت جهانی اهمیت دارن. ببین سازمان بهداشت جهانی 3 رده طبقه بندی داره، اونها یه سویه هایی که قابل جالب هست، یعنی میدونیم که ممکنه مشکلات ایجاد بکنند و بحثات بهتر روشون تمرکز کرد. سویه هایی که نگران کننده هستند، یعنی خودمون میدونیم که یه سری عوارض ایجاد میکنند که این واقعا نگران کننده است، که دلتا جز اینا هست. و گروه سوم سویه هایی هستش که خیلی نگران کننده هستند، که الان برای فعلا حالا نمونه از اون نداشیم، ولی از توین دو تا کاتگوری اول، یعنی قابل توجه و نگران کننده، 8 تا سویه در مجموع وجود داره که یکی از اینها دلتا، آلفا، بتا، گاما هستش که و یک چند دیگه هستن. یکی از اینها این لامدا هست که از روش رو شده. علت این خود لامدا تمرکز کنم چون که در ایران خیلی راجبش صحبت شده، یه سری از مقامات پزشکی صحبت کردن، یه سری چیزایی توی چیز مجازی هستش که راجبش، و یه سری روحای، یه سری اقراقهای اصلا وحشتناک راجبش میشه. خواستم بگم این گونه، این سویه الان سویه غالب هست در کشور پرو، منطقه حدود 41 کشور هم دیگه هم این سویه رو پیدا کردن، منطقه جایی که هنوز گسترش پیدا نکرده. ما فقط می‌دونیم که این بویه، این سویه بخشید که در پرو هست، در مقابل یه واکسن که اونجا هستش مقاومه، حدی مقاومه. اون واکسنی که توی این کشور بیشتر استفاده بشه که این واکسن چیز هست، کوویلک مال چیزه، مال چین هست که پرو اون هست استفاده کرده و تونسته تا حد زیادی از زیر چتر این لمبه فرار بکنه. آیا این هم در مقایسه با در مورد واکسن های دیگه هم صدق میکنه؟ نمیدونیم. مشکل ما اینه که اینقدر واکسن متفاوت در سطح جهان در حال استفاده هستن و هر روز یک چیز جدید داره میاد و هر کدوم از اینا باید دقت کرد، باید مطالعه کرد. یعنی عملا نمیشه الزاما از یکی به یکی دیگه پیش بینی کرد، منتها اگه ژنتیک لمبه رو نگاه بکنیم به نظر میرسه که ژنتیک لمدن اون جای تغییراتی ایجاد شده که همون جایی هست که آنتیبادی، آنتیکورها که سیستم ایمنی بدن، بخش سیستم ایمنی بدن هست بهش وصل میشه. بنابراین تعجب نمی کنم که حداقل یه واکسن در مقابل یه واکسن خودش رو پس بنابراین واکسن های مختلف روی این گونه های مختلف هنوز مشخص نیست که چه نوع واکنشی دارن، یا مشخصه؟ مطالعه شده میتونیم نظر بدیم. به عنوان مثلا ما واکسنی که پیش از همه گوشهار شده استرازنیکا هست که در ایران هم مصرف شده، حدود 4 میلیون نفر استفاده شدن. فایزر هست که متاسفانه نذاشتن وارد ایران بشه که این دوتا خیلی روش مطالعه شده، برم جانسون جانسون هست که داره مطالعه الان میشه. این سه تا واکسن چون یکی اولین واکسنهایی بودن که اومدن، پیش از هر کدوم از واکسنها مراجعش میدونیم. اینو میدونیم که واکسن فایزر و واکسن استرازنیکا در مقابل دلتا، یعنی اون ویروسی که ایران الان شایع هست، هنوز اثر دارن. یه ذره اثرمندیشون کمتر از در مقابل اون ویروس قبلی هست، منتها هنوز هم اثر دارن. یه صحبت از 80 درصد، از 90 درصد، 80 درصد، از 80 درصد به 70 درصد هنوز اثرمند هستن. یعنی کسانی که واکسن زدن بیمارستان امکان بیمار شدنشون خیلی پایینه، حدود 90 درصد کم میشه، امکان مرگومیشون حتی بیشتر پایین تر از اون هست، منتها این واکسن ها جلوی عفونت نمیگیرن. ببینید توضیح بدم که خیلی مهمه.
ما باید دو چیز رو از هم مجزا کنیم. یکی اینکه تو ویروس رو میگیری، یعنی ناقل ویروس هست، بعد ویروس رو دیگه رد میکنی. یعنی مبتلا شدن به ویروس خودش یه پدیده است. یه درصدی از اینها، یه درصدی که کوچیک یا بزرگ اصلی داره به سن و شرط دیگه بیمار میشه. بیماری و مبتلا شدن دو تا چیز کاملا مجزا است. ما می‌دونیم الان که همچی گفتم که واکسن استرازنکا و واکسن فایزر به احتمالا واکسن های دیگه تعداد زیادی از بیماری کم میکنه، منتها از عفونت کم نمیکنه. مثلا واکسن با فایزر شما هنوز همونقدر ویروس بدن هست که توی اون که واکسن نزدن، حتی ممکنی مدت زمانی که تو بدن باشه کوتاه‌تر باشه. برای این تو هنوز ناقلی، یعنی تو میتونی خودت مریض نشی، به دست حسن به مریم منتقل کنه، به خود بیمار شی، علی‌رغم این که واکسینه شدی حتی دو واکسن زدی. و این دو تا خیلی مهم که توجه بشه، یعنی شما واکسن هم که زدی بایستی این فاصله های ماکس ماسترن ها، یعنی توجه اجتماعی تو رو کم نکنی، تو هنوز میتونی دیگران رو مبتلا بکنی، ممکن اون مریض بشن و خودت نکرده بگیرن. خب البته این مسئله تو کشورهای اروپایی که غیر از گفتهای شما داره عملا به خصوص بین جوونا پیش میره، اما در مورد ایران داریم صحبت میکنیم. سوال دیگه من اینه که یه مدتیه که توی رسانه‌های مختلف ایران صحبت بر سر اینه که آیا میشه واکسن اول رو از یک نوع زد و واکسن دوم رو از نوع دیگه. تا اونجایی که من اطلاع دارم الان 6-7 تا واکسن های مختلف رو به بازار آوردن. شما نظرتون در این مورد چیه؟ این نوع واکسن عوض کردن واقعا مسئله جدیه؟ ببینید علاوه طوری که به نظر مشکلی نباشه، چون که اگه واکسن های دیگر رو در رابطه با بیماری های با ویروس های دیگه میکروب های دیگر رو من نظر داشته باشید، خیلی مهم ما واکسن متفاوت استفاده میکنیم و اگر بهتر نباشه بهتر، اگه بهتر نباشه بهتر نیست. اگه توجه بکنید که اگه هر واکسنی اون تارگتش، اون چیزی که بهش توجه داره یکی متفاوت از یه واکسن دیگه است. بنابراین تو اگر دو تا واکسن بزنی، سیستم ایمنی بدن تو در مقابل قسمت های مختلف اون ویروس و میکروب چیز مقابل ایجاد میکنن، متوجه هستی؟ بنابراین احتمالا دو تا واکسن زدن بهتر خواهد، علاوه طوری علاوه عملی هم حداقل یه جا میبینی. یعنی اگه واکسن استرازنکا رو با واکسن فایزر قاطی کنی، یعنی یکی اول بزنی یکی دوم بزنی، الان آزمایش شده مشخص شده که نه تنها ایمنی همسان هست که بهتر هم هست، ایمنی که ایجاد میکنه بهتر از ایمنی هست که اگر هر دو با از یه واکسن یکی زده باشه. من از این حالات من نگرانی ندارم، منتها به شرط اینه که واکسنی که استفاده میکنی کارایی داشته باشه و عوارض نشته باشه. اون در واقع یه مسئله دومی هست که بعدا توش پاس کرد، یعنی یه مسئله مهمی هست این تعداد واکسن ها به سر جهان داره پخش خیلی آزمایش نشده بله. حالا به اون مسئله میرسیم در ادامه صحبتامون. اجازه بدید سوال دیگه رو با شما در میون بذارم. الان خب اخبار خیلی ناگواری از ایران میرسه که توی کمتر از 2 سالی که کرونا وارد ایران شده، جمعیتی بالای 100,000 نفر کشته شدن و 100,000 نفر آمار رسمیه که دولت ایران قبول میکنه، ولی آگاهان مسائل بهداشتی معتقدن که آمار خیلی خیلی بیشتر از 100,000 نفره. چند صد نفر از کادر پزشکی، دکتر و پرستار فقط کشته شدن بعد از مبتلا شدن به این ویروس کرونا. من میخواستم ببینم که کلن منیجمنت کرونا توی ایران با کشورهای همسایه، مثلا فرض کنید
یه سمت ما پاکستان است و اون سمت اون ترکیه. اگر بخوایم این دو تا کشور رو با هم مقایسه کنیم، آمار و اطلاعات چی به ما میگه؟ خیلی سوال خوبی کردید. ببین اول کاملا با شما موافقم، ارقامی که داده میشه حتی خود دولت، این مثل حریری که معاون وزارت بهداشت است، قبول داره که حداقل باید زرد و دو کنید و آگاهان دیگری میگن که حد 3 و 4 و 5، یعنی حداقلش دو برابره و احتمال زیاد دست 3 یا 4 برابر است ارقامی که ولی همین ارقامی که خود رسما دولت داره میدن نگاه بکنید میبینیم ما یکی از بهترین کشورها هستیم. خیلی تعداد مرگومی، تعداد چیزایی که توی کشور ما بوده یکی از بالاتر ارقام جهان هست. ببینید همونطور که شما خواستید بازی یه مقایسه بکنیم با دو تا کشور همجوار خوده. ببین بهترین نوع نگاه کردن به این نه تعداد ابسولوت هست بلکه تعداد نسبی هست نسبت به جمعیت، چون اون وقت به تو میتونه قشنگ اجازه میده که مقایسه بکنی که فلان کشور با فلان کشور چجوری رفتن جلو. ببین اگر شما نگاه کنید به تعداد کسانی که همین تو هفته آیند گذشته بیماری گرفتن و مردن، به مرگومی رو صحبت میکنه، نسبت به مثلا تعداد میلیون، یعنی از هر یه میلیون نفر چند نفر مردن، ایران رقم 7، یعنی از هر میلیون نفر 7 نفر توی هفته گذشته به طور متوسط روزانه به طور متوسط 7 نفر مردن از یه میلیون نفر. ترکیه هست 2، پاکستان هست 0.3، یعنی ما حداقل 3 برابر از ترکیه بدتریم و خیلی بدتر از پاکستان هست. حالا بگو ارقام اونا هم اشتباه است، ولی هر چقدر اشتباه باشه مال ما هم اشتباه است، تاچ که این نمیتونه خیلی اشتباهات ما از بصیرای متفاوت رفته باشه. بنابراین من کاملا نشون میده که چقدر چیز است و علتش خیلی ساده است. اگه شما نگاه کنیم مثلا به اول به جمع تلفات، شما گفتی 3000 نفر، درسته 3000 نفر، ترکیه هستش 54000 نفر، نصف ما پشت داره، پاکستان هست 25000 نفر. ولی این خوب باختن زدن. ببینید کشور ما اما تو ایران 5 درصد جمعیت دو تا باختن زدن، 13% دیگه یک باختن زدن. آقام ارام رسمی کردن تو سر میبینم این چی شده؟ 5% دو واکسن زده. ترکیه 41% دو واکسن زده. و 13% دیگه هم یه واکسن زده این آماده دو میاسن. این از ما خیلی خیلی جلوتر. پاکستان هم حتی که نسبت به عرب هست، اون از جنبی برای مقابله نداریم، واسه دارش خیلی حرف زدن. مقابله نظر بهتر شده و یک وقت هم بسیار شده. این عملا توی سیستم واکسیناسیون ایران پیش کفایی رو جدی نشون داده شده. این اصلا بدون در مصابه گفت بشه. این مثال خیلی جالب میزده. ببینید موج پنجمه. الان ما موج پنجم. موج پنجمه. چیزی داریم و بالاترین رقم رو تلفات روزانه رو دیم از هر موقعی دیگه در موقع هر زمانی که این دو سال نمیذاشته که توی کشور خود نمیذاره آمار دو هفته چیز کرده، قرانتینه کرده، بهش فقط 5 روز دارن. همه شوخیه. ویروس به این فرش تباچه کنید. این ویروس خودش دوران خودش بودید 10 روز تا 2 هفته هست. این فقط اگه 5 روز بذارید به درد همه شکنه. این اصلا هیچ اثر نخواهد داشت. این ویروس یک شوی بی خود، یعنی هیچ اثر علمی و جدی توی شوی بیماری نخواهد داشت. حداقلش باید دو هفته. اون دو هفته حداقل بود.
درستش یک ماهه که اجازه بده که این ویروس خوابونده بشه، که این ویروس که اینقدر مصریه، اینقدر باگی داره، این حداقل اجازه بده که تعداد بیاد پایین، ممکنه کنترل بکنه. کادر پزشکی واقعا خسته شده. بله، کادر پزشکی نه فقط اینکه خسته شدن زیر بار نداشتن امکانات امنیت شغلی و ماسک و امثال هم، خب خودشون هم خیلی تلفات دادن متاسفانه. ولی با این اطلاعات و آمار و ارقامی که شما میدید واقعا تکون دهنده است. در مورد نداشتن واکسن، من میخواستم اشاره کنم به صحبتی که آقای خامنه ای کرد که ما واکسن از خارج وارد نمی کنیم و از آمریکا و انگلیس یا کلن از اروپا وارد نمی کنیم. خب طبیعتا الان یک موج کمپینی را افتاده که ایشون رو محکوم می کنن به کشتار دست جمعی با صحبتی که کردن. حتی جمعی از پزشکان نامه دست جمعی نوشتن، اینا رو دستگیر کردن، وکلای اونها رو دستگیر کردن. شما این قضیه رو، من فکر نمی کنم توی عدم کارایی کادر پزشکی بشه ارزیابیش کرد، بیشتر باید توی عدم مدیریت و کلن اون تفکری که به رژیم حاکم سواره و سعی می کنن که این رو به مردم تزریق بکنن باید دنبالش گشت. شما چجوری میبینید قضیه رو؟ دومیش استرازنیکایی که از هند اومد. این همون استرازنیکایی که انگلیس درست کرده. یعنی به چیز جوازه. تولیدش رو شرکت استرازنیکا به هند داده بود که درست کنه. فرمی این که ما از خارج از چیزوار اروپا وارد نمیده شوخیه. ولی که اوبار کردی فقط از خطر هند اومده. میدونی این همون ویروس، این همون واکسنی که اونجا بود حالا اونجا بود، این همون هست. هیچ تفاوتی به اون نداره. چیه؟ چون این یه ذره باز کنیم شاید مشخص بشه که بله حتما. ببینید این مدیر یکی از مدیران این شرکت آقا جمشیدی بوده، حمیدرضا جمشیدی از یک طرف یکی از مدیران این شرکت، یه بزرگترین شرکت داروی کشور ما هستش که زیر نظر چیز ستاد اجرای فرمان امام هم عمل درسته. ایشون همزمان اون رئیس ستاد مبارزه با کرونا هستش، همزمان با مشاور درمانی وزارت بهداشت. ببینید که یه پا توی تولید داره، یه پا توی چیز داره، یه پا توی اجرا داره. یعنی هم تولید داره نقش داره، هم تو اجرا نقش داره. این داشته باشین. بعد این واکسن یا بدونه هیچ گونه آزمایش در اون کشور، یعنی بدون هیچ نوع آزمایشی که قابل قبول باشه، چون ببینید ما واکسن رو موقعی قبول میکنیم که فاز 3 ببین چه ثانیه اجازه بدیم، هر واکسنی 3 تا فاز داره برای اینکه بعد بیاد تو بازار. یه فاز یک هست که روی چند تا داوطلب امتحان میکنه که اصلا اثر داره، میکشه نمیکشه، عوارض داره یا نداره. بعد یه دونه دیگه داره که توی یه سری بازم یک تعداد بزرگتری ولی هم خیلی وسیع‌تری از انسان‌ها استفاده می‌کنن که ببینن که واقعا اثرش چجوری هست و عوارضش چجوری هست. بعد از اون میرن فاز سه که به نشون بدن که واقعا در جمعیت، یعنی در جامعه آیا اثرمند هست یا نیست.
بدون اون و بدون اینکه این چاپ بشه که ما ببینیم که چگونه به این ارقام رسیدن، چه آیا حقه توش بوده چیزی نبوده، بدون این نمیشه این رو اصلا بهش چیز داد، بهش جواز داد. این واکسن رو بدون هیچ کدوم از اینها جواز اضطراری بهش دادن. خب بعضی ها میگن که این واکسن علتی که این کار کردن این که هم واکسنیست که توی چین تولید شده و اینا فقط مونتاژ دارن میکنن، یعنی شرکت برای فقط داره مونتاژش میکنه. ببین به نظر من قبول کن قابل قبوله، برای اینکه خیلی سریع اینو حتی بقیه واکسن های دیگر رو، مثلا واکسن مثلا پاستور رو که هنوز جواز نگرفته، توجه که من میدونم هنوز جواز نگرفته، اون رو داره امتحان فاز 3 شو میده، اون واکسن پاستور این نه امتحان 2 داره، نه 1 نه 2 نه 3 داده، در می احتمالاً قبول کرده که این مال چینه، فقط منطقه به جازره به اینکه ما داریم تولید داخلی میکنیم. و این خب این اصلا این بدونی که شو شفافیت داشته باشه، اصلا این اصلا غیر قابل قبوله. و 1 میلیون نفر با این واکسن زده شدن، با این واکسن استفاده شده و قراره که این یکی از اصلی ترین واکسن ها باشه که تو کشور داره توضیح داده میشه. نظراتی که من این مرومر خوندم میخوان این واکسن و واکسن های وطنی در واقع تولیدین ها رو بکنن نیروی اصلی برنامه واکسینه کردن کشور ما. خب اینا واکسن هایی هستن که غیر از اون واکسن چین که صحبت کردیم، که سینوفارم که صحبت کردیم که میدونیم که کارگر هست و عوارضی نداره، اون و استرازنکا که میدونیم نداره، بقیه اینها هنوز تست نشدن. اول تا آخر هر نماز جمعه رو خیلی چیز کردن و و و و این چیز جدیدی نیست، از اون اولی که این ویروس وارد کشور ما شد و حالا یک سلسله حقیقتا بی‌مسئولیت بوده که نتیجهش مرگومیر بوده، نتیجهش کشتار 100 هزار نفر حداقل بوده که به احتمال زیاد 200-300 هزار نفر هست و همینطور هم ادامه داره. دکتر محسن، یک دنیا از لطف شما ممنونم که توی این برنامه با بینندگان ما صحبت کردید و صحبتتون خیلی روشنگر بود. متاسفانه از اونجایی که به پایان وقت برنامه رسیدیم مجبوریم مصاحبه رو کوتاه کنیم. اگر پیام به خصوصی برای مردمی که داخل ایران هستن در مورد مواظبت از خودشون و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا دارید، میکروفون در اختیار شماست و بعد از اون من با بینندگان خدافظی خواهم کرد. ببینید بینندگان عزیز، این ویروس ویروسی هست که با ذرات کوچک هوا این مرو میگیره. ببینید اگر و مهمترین چیز ممکنه اینه که چون تو فضای بسته ای که امکان این که کسی که آلوده باشین بدونه داشتن ماسکایی که بتونه جلوش بگیره این خطر رو داره. یعنی عملا این نوع این ویژگی این ویروس اینه که از طریق ذرات ریز هوا میره بیرون. بنابراین اگر تو فضای بسته هستین با فامیلایی و با دوستانتون پنجره رو باز کنید، کوران که باشه این ذرات میرن بیرون، خطرش خیلی کمتر از درون هست و فاصله رو نگه دارید، هوا رو اجازه بدیم و واکسن بزنیم. هر به نظر من هر واکسنی که مورد قبول بودن مثل استرازنکا، مثل واکسن روسی، مثل واکسن چینی سینوفارم، فارم اینها رو استفاده بکنیم. به نظر من توجه میدم که 95% کسانی که توی تهران همین توی چند روز گذشته بسیار خوب، با تشکر از دکتر محسن عزیز برای شرکتشون در این برنامه و تشکر از شما بینندگان عزیز که به این برنامه توجه کردید،
لطفاً به بخش بعدی بررسی خبرهای روز هم توجه بفرمایید. تا برنامه دیگر، بدرود. با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون راه کارگر و با سلام و خسته نباشید به دست‌اندرکاران عزیز تلویزیون. در برنامه رویدادهای سیاسی امروز به مسئله کابینه دولت رئیسی می‌پردازم. چند روزی هستش که مجلس شورای اسلامی بررسی وزرای پیشنهادی وزیر رئیسی را در دستور قرار داده و بحث‌های گسترده‌ای روش مطرح هستش. خب همزمان با بحث‌هایی که در مجلس هست، در کلاب هاوس ها، در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌ها این بحث به شدت جاری هستش. و این مسئله مطرح هستش که آیا وعده‌هایی که ابراهیم رئیسی داده بود به عنوان رئیس جمهوری که می‌خواد اشتباهات گذشته رو تکرار نکنه، معیشت مردم رو برسه به وضعیت جدیدی به وجود داره، آیا امکان پذیر هست یا نیست؟ واقعیت این هستش که تا زمانی که قدرت یک پارچه نشده بود، یعنی تمام ارکان قدرت زیر نظر بیت به شکل یک پارچه عمل نمی کرد تا قبل از انتخابات، خب تمام کاسه گذارا سر دولت ها می شستن. این روالی بود که تمام این دوره ها وجود داشته، چه زمانی که هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود، دعوای بین رهبر به رئیس جمهور در جریان بود، چه زمانی که خاتمی بود، بعدها وقتی که دولت محبوب رهبر، یعنی دولت احمدی‌نژاد رو کار اومد، باز هم ما هم تناقضات دیدیم. وقتی به دوره روحانی رسید، در این دوره خب حملات بسیار سنگین و فشرده‌ای به این دولت کردن، دولت رو متهم کردن که دولت غرب‌گراست، چشم برجام داره به مسائل از این قبیل و تمام کاسه‌کوزه‌ها و اشتباهاتی رو که خودشون کرده بودن سر اون دولت شکوندن و طرحشون این بود که این دولت یک پارچه ایجاد کنن. خب الان با قدرت یک پارچه ایجاد کنن، بتونن با قدرت یک پارچه در برابر مردم وایستن، که ما شاهد این نوع سازماندهی بودیم که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام دادن با حذف تصفیه گسترده همه کاندیداهای غیر خودی به اصطلاح و کسانی که ذوق در ولایت نبودن به یک مجلس به اصطلاح انقلابی بود شکل دادن، مجلسی که فقط از خودی های خودشون بود. بعد در سر انتخابات ریاست جمهوری هم همین انجام دادن، همین کارا تمام کاندیدا، حتی کاندیدایی مثل لاریجانی که خود سالها رئیس قوه مقننه تو کشور بود، رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیر شورای امنیت ملی بود و از معتمدین بود، اونم حتی حذف کردن تا کسی را که رهبر دستور داده بود یا بیت دستور داده بود که رئیس جمهور بشه، رئیس جمهور بشه، که اون آقای رئیسی رئیس جمهور شد با حداقل رأی تقریباً 20% مردم ایران. چون این همونطور که تو جریان هستید، این انتخاباتی بود که یک تحریم همگانی بود، نزدیک 60% مردم در انتخابات شرکت نکردن یا رأی سپید دادن، یعنی عملاً بایکوت کردن این سیاست. خب الان بحث بر سر اینه که این کابینه‌ای که الان آوردن، کابینه آیا کابینه‌ای هستش که مورد نظر رهبر باشه؟ مجموعه کادری رو که رئیسی چیده خب مشخصه، یک سری از خویشاوندان و نزدیکان و همکاران خودش در آستان قدس هست که خب مورد تایید پدرزنش هم هست علم خدا، یک بخشی کسایی هستن که در قوه قضاییه با همکاری داشتن، اونا رو آورده، 11 نفر از اعضای کابینه از کابینه احمدی نژاد هستن، یعنی احمدی نژادهایی که در برابر احمدی‌نژاد وایستادن و به اصطلاح براعت کردن از اون تیم احمدی‌نژاد، این تیم مشایی و بقایی و احمدی‌نژاد به سرسپردگی خودشون به دستگاه ولایت و بیت و سپاه نشون دادن، و بخش های دیگه هم که تیپایی هستن که از بنیاد فرمان ده ماده امام، یعنی اون شبکه امپراتوری قدرتمندی که بسیاری از شرکت هایی که زیر فرمان ده ماده امام هست که تحت نظارت ریاست محمد مخبر بود و الان محمد مخبر شده معاون رئیس جمهور و مسئول سازماندهی اجراییات کل کابینه. بنابراین اون چیزی که الان هستش، خب
اون جنگی که داره در مجلس اتفاق میفته خودمون هم میتونیم جداگانه بررسی کنیم، ولی وقتی کابینه را در مجموع میخوایم مطرح کنیم که چه کابینه ای هست، اون اسمی که میشه روی این کابینه گذاشت اینه که این کابینه پیشکار رهبر است. یعنی خود رئیسی به عنوان پیشکار رهبر کار عمل خواهد کرد و کابینش هم کار خواهد. بنابراین اون تلاشی که برای یک پارچه سازی وجود داشت تلاشی بود که خواستن اون تناقض اساسی که تو قانون اساسی جمهوری اسلامی رو حل کنن. تناقض قانون اساسی چی هستش؟ تناقض قانون اساسی این است که مردم انقلاب کردن، سلطنت را برانداختن، خواهان یک جمهوری بودن، خواهان دموکراسی بودن، خواهان انتخابات و حق رأی بودن، ولی نیرویی که به قدرت رسید نیرویی بود که به خلافت اسلامی اعتقاد داشت، به عبارات اسلامی اعتقاد داشت، به حکومت اسلامی اعتقاد داشت. و این تناقض را همونطور که اون پیشنویس اولیه قانون اساسی درش ولایت فقیه وجود نداشت، با فشاری که اطرافیان خمینی آوردن از جمله سید محمد بهشتی و آقای منتظری و بقیه، عملا بحثی که در مجلس خبرگان شکلی و مجلس محسن قرار بود باشه قانون رو عوض کردن و بر قامت این قانون یک تناقض آشکار گذاشتن. یعنی یک وجه انتخابی به یک وجه انتصابی، یعنی یک وجه خلافت به حکومت اسلامی، یک وجه هم جمهوری اسلامی. این تناقض تمام این سالها در جمهوری اسلامی وجود داشته و اینا جرأت نمی‌کنن این تناقض رو حل کنن، چون اگر بخوان جمهوریت حذف کنن خطر اونا دارن که شورشی صورت بگیره از طرف مردم، و اگر بخوان حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی یا اون ولایت فقیه رو حذف کنن و اون موقع با این روبرو هستن که به اصطلاح انقلاب اسلامیشون دیگه از محتوا خالی میشه و استحاله پیدا میکنه. حالا همون درگیری که به شکلی در افغانستان داره شکل میگیره بین امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی افغانستان، همون تناقض هست. این تناقض در ایران هم به همین شکل وجود داره. اینها تناقض نمیدن از طریق اصلاح قانون اساسی حل کنن، چون نمیتونن. تو این دور میدونیم که مصباحی ها و پایدارچی ها، کسایی که طرفدار مصباح هستن، تلاش کردن که تا اونجایی که امکان داره حکومت اسلامی مطرح کنن. توی گام دومی هم که خامنه ای نوشته بود به شکل با وارد فاز دولت اسلامی شدیم، خب اون همین معنا رو میخواست مطرح کنه که ما وارد این فاز شدیم و میخواد کم کم تناقض به نفع دولت اسلامی یا حکومت اسلامی حل کنه و نهادهای انتخابی را بی محتوا کنه. این بار این بی محتوایی را با دخالت خیلی سرراست در کاندیداها کردن و اولا با حذف کاندیداها چه در مجلس شورای اسلامی و چه در ریاست جمهوری این کار را پیش بردن، به یک کابینه پیشکار رهبر شکل دادن. خب وقتی نگاه میکنیم به لیست آدمایی که اونجا هستن، به گفته حتی اصولگرایان و اصلاح طلبان حکومتی، وقتی شما تو این کلاب هاوس ها میرید و گوش میکنید که چه نظراتی دارن تون را، نه فقط مخالفین جمهوری اسلامی حرفا رو نمیگن، خودشون میگن کادرهایی را که انتخاب کردن برای وزارت کادرهای درجه 6 7 حتی اصولگرایان هستن. حالا بر سر همین کادرهای دسته 5 6 7 اصولگرایان هم الان در درون خودشون اختلاف نظر خیلی جدی وجود داره. چرا؟ برای اینکه این تصور که حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی میتونه یک پارچه بشه یک تصور بسیار ساده اندیشانه است. واقعیت این است که ساختار حتی روحانیت جمهوری، روحانیت شیعه، ساختار غیر متمرکز است. هیچ آیت اللهی از آیت اللهی دیگه تقلید نمی‌کنه. همین فضا را ما می‌بینیم در درون ارگان‌های حکومتی هم می‌بینیم. مثلا ما شاهد ارگان‌های موازی گسترده‌ای هستیم در جمهوری اسلامی که یک مرتبه می‌بینیم که سازمان اطلاعات داریم، وزارت اطلاعات داریم، اطلاعات ارتش داریم، برای خودشون همه قدرت‌هایی دارن. در شهرستان‌ها که نگاه می‌کنیم در استان استاندار داریم، امام جمعه داریم، رئیس سپاه داریم، به خصوص سپاه‌های استانی که برای خودشون مستقلن. یعنی یک سپاه مستقل استانی داریم، یک استاندار داریم و یک امام جمعه داریم که اینا منافع مختلفی را به شبکه‌های مختلفی را نمایندگی می‌کنن. واقعش اینه که الان اینا که بر به قول معروف ثروت ایران نشستن، در سر این ثروت با هم اختلاف نظرات خیلی جدی پیدا کردن، بخور بخورهاشون اختلاف نظرات هست توشون. وقتی که مثلا اینها رئیسی اومد تو قوه قضاییه و گفت ما میخوایم جلوی فساد بگیریم، منظورش از این نبود که جلوی فساد بگیریم، منظورش بود که اون بخش از چپاولگران و کسانی که غارت کردن به بی سرتف سپرده نیستن و سرمایه گسترده‌ای دارن به ثروت‌های
نجومی را برای خودشون جمع کردن چون سرسپرده نیستن باز حذف بشن. مثلا ما همین نمونه دعوا بر سر این اولیگارش ها را مثلا تو روسیه هم دیدیم که پوتین اومد اون اولیگارش هایی را که سرسپرده نبودن همه را حذف کرد، اموالشون هم گرفت، مصادره کرد، داد به دیگران. اینجا هم ما با همین نمونه به شکلی روبرو هستیم. بنابراین این دعوایی که الان هست بر سر این کابینه این هستش که در درون همین کابینه ای که همه خدمتگزاران بیت هستن، همه سرسپردگان رهبر هستن، مسئله این هستش که چه کسی چه سهمی خواهد داشت. مثلا وقتی که ذوالنور و کل پایداری و نامه می نویسن به رئیسی که چرا خطیب می خواد وزیر اطلاعات بشه و موضوع به جایی کشیده میشه که اینقدر مقاومت بالاست که رئیس مجلس یعنی قالیباف مجبور میشه که میگه خود خطیب را آقا را معرفی کردن به مورد حمایت آقاست، یعنی میخوان اون برگه بزنن. حتی اون موقع هم که این حرف را میزنه یه نماینده پا میشه مطرح میکنه که نه کی گفته شما از کجا اینا رو چرا اتهام میزنید به آقا. یعنی خود این نشون میده که در درون هنون اختلافات وارد این فاز شده. بنابراین اون تصوری که خود جمهوری اسلامی داره که میتونه یک پارچه بکنه خودشا یک تصور ابلهانه است. چرا؟ برای اینکه گرایش های درون خود جمهوری اسلامی، حتی گرایش های درون بخش سرسپرده به صوب در ولایت اصول گرایان هم یک پارچه نیستن. یعنی ما الان اونجا در خود مجلس میبینیم، در بحث های بیرونی میبینیم طرفداران بین سپاه که خود سپاه با شاخه‌های مختلف هستند. اون بخش از شاخه‌ای که با قالیباف نزدیکی داره، به قالیباف بعد مثلا به قاسم سلیمانی نزدیکی داشتن، شاخه‌ای که به سلامی نزدیکی داره، اون سعید محمد یک بخش دیگه است. دعوای بین سعید محمد و جوانی رو ما دیدیم تو این رابطه، یعنی اونجا هم اختلافات وجود داره. یعنی خود سپاه شاخه‌های مختلف داره، منافع مختلف دارن. در بیت که 6000 عضو و کارمند داره گرایش‌های مختلفی وجود داره. در دین اون دیگر پایداری ها گرایش مصباحی یک گرایش هست، بخش های دیگرشون یک گرایش هستن. یعنی اینجا ما با یک شبکه تو در تو بسیار پیچیده منافع باندی رو برسیم که این منافع باندی همه جا خودش رو به یک شکلی نشون میده و این میتونه اینجا اونجا سر باز کنه. بنابراین تصور این که میشه این کابینه را کابینه یک دست کرد و این کابینه یک دست بتونه کارا رو انجام بده به نظرم یک تصور بیهوده است. درسته ویژگی این کابینه این هستش که این کابینه کابینه پیشکار رهبر است، یعنی در مجموع خط قرمزی وجود داره اونجا، برای فرمان وجود داره، فصل خطابی وجود داره که به اون مطرح میکنن که فلانه اینا گفته و بعد باز اطاعت کنن. این کارا این اختلافات در درون خودشون به چه شکلی در بیا به چه شکلی پیش بره به نظرم مسئله دیگه است. نکته ای که تو اینجا هست چون اون گرایشی که داره حاکم میشه گرایشی است که گرایش خلافت اسلامی است یا گرایش حکومت اسلامی است و جمهوری را قبول نداره، ما شاهد یک نوع تفکر داعشی تر در درون حکومت هستیم. ما این تفکر داعشی تر را در سیاست وزارت آموزش پرورش می‌بینیم. یعنی کسی را رئیسی به آموزش پرورش معرفی کرده که مورد تایید پدر زنش هم هست، اون باقلی، این آدمی است که به مکتب خونه ها اعتقاد داره، به سیستم مدرن آموزشی اعتقاد نداره. میگه مدارس رو جمع کنیم، مکتب خونه درست کنیم در درون مدارس، در درون حسینی ها و در درون مساجد و از طریق اون آموزش رو پیش ببریم. به مردم هم بگیم هر که هرچی پول داره بره اونجا خوش ثبت نام کنه و نیازی به سیستم آموزشی نداریم. یعنی بعد فردا مسئله ای که قبلا میگفتن همسویی حوزه و دانشگاه به این نتیجه میخوام برنزن که خود دانشگاه رو حذف کنید. این تفکریست که مثلا وزیر آموزش پرورش داره که یک تفکر فوق ارتجاعیست و همون تفکر طالبانیست که الان تو طالبان هست و اون مدارسی که مدارس طلاب در 25,000 مدرسهی که طلابی که تو افغانستان پاکستان بودن و آموزش میدن نیروهای طالبان ها، همین مدارس ها باقلی میخواد تو ایران 2000 و به قول معروف 21 یا 1400 ایران پیشنهاد میکنه. در وزارت خارجه که میبینیم وزارت خارجه هم وقتی میاد کسی اومده که خب این دست بازوی سپاه قدس در منطقه بوده، معتمد رهبر در رابطه با سپاه قدس در منطقه بوده و در اختلافی که باز ظریف داشت از اون پست معاونت کنار گذاشته شد مشاور. بنابراین بعد از دعوایی که بر سر دیپلماسی در میدان تو چند ماه گذشته شکل با اون نواری که درباره ظریف منتشر شد، عملا میدان وزارت سیاست خارجی رو در پیش در دست گرفته. یعنی آقای عبداللهیان
در معنای واقعی نماینده میدان برای دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی است. در اینجا هم تناقض رو حل کردن، تناقض بین دیپلماسی و میدان رو به نفع میدان به طور کامل حل کردن. یعنی این هم از اون جنبه هایی است که در راستای اون منویاتی است که به اصطلاح رهبر جمهوری اسلامی داره. چون رهبر اسلامی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کسایی که مثلا مترجم آثار سید قطب بوده و از اون سلفی ها اون دیدگاه سلفی ها را قبول داره و یک استکپارسی دیزی ویژه‌ای داره، عملا خواهان ایجاد یک امپراتوری شیعی در منطقه است. سرشاخه های نفوذ ایران، ایران نه ایران به معنای ایران واقعی بلکه ایران شیعی، این چیزیست که این سیاست میخواد پیش ببره. ما این سیاست در یمن، در سوریه، در لبنان، در عراق شاهد هستیم و با اومدن تیم عبداللهیان این قوی تر خواهد شد، به این سیاست گستره تر خواهد شد و اون استکبار ستیزی هم که داشته و این استکبار ستیز و تلویحا اینا را سیاست نگاه به شرق را در اینجا پیش خواهد برد و یک ویژگی دیگه هم بهش خواهد داد. در زمینه اقتصاد هم اینا سیاستی که در پیش میگیرن واقعیش نیستش که تقریبا سیاست انزوا طلبانه پیش خواهند گرفت، یعنی به شکلی خودشون سعی میکنن در زیر شعارهای ضد استکباری مسئله از غرب فاصله بگیرن و اون گرایش نگاه به شرق، نگاه به چین و روسیه را در اینجا پیش ببرن تحت عنوان اقتصاد مقاومتی. و در زمینه مسائل داخلی هم یک سیاست بسته و سرکوبگرانه پیش خواهند برد که نمونه شا ما طرح صیانت بود که مجلس مطرح کرد که این سیاست است که سیاست عمومی است که رهبر مطرح کرده و دولت هم به احتمال زیاد وزیر فناوری جدید به احتمال زیاد همون خطا بود که اولین چیزی هم سخنرانی کرد میگفت که ما تو این پایان 4 سال اول اینترنت ملی را پیش خواهیم برد، همون سیاستی که در چین پیش برده شده. بنابراین ما با یک کابینه روبرو هستیم، این کابینه میخواد گام دوم انقلاب، یعنی ایجاد حکومت اسلامی یا ایجاد خلافت اسلامی را که خامنه‌ای به شکلی مطرح کرده را سازمان بده، پیش ببره و از این طریق بتونه مسائل خودش را پیش ببره. سوال کلیدی هستش که آیا اونا توان اجرایی را دارن؟ اینا درست به شرایطی دلند خطشون را میخوان پیش ببرن که با یک جنبش بسیار قدرتمند توده‌ای روبرو هستن. یعنی اگر انقلاب بهمن یک جنبش انقلابی بود که شکست خورد ولی اینا در عقب نشینی از اون انقلاب سعی کردن بخشهایی از نظر خودشون رو جا بندازن، ولایت فقیه رو جا بندازن و بخشهایی رو بپذیرن، در جمهوری رو بپذیرن، در قانون اساسیشون مثلا آموزش رایگان رو بپذیرن، بهداشت رایگان زیر فشار مردم بپذیرن، الان که با موج دوم انقلاب روبرو هستیم، یعنی انقلابی که اندفعه نه انقلاب حاشیه نشین‌ها، انقلاب توده‌های وسیع بیشکل، بلکه توده‌های سازمان یافته. مثلا ما با اعتراضات گسترده کارگری روبرو هستیم که تشکل‌های سنفی خودشون، تشکل‌های شورایی خودشون، تشکل‌های سندیکایی خودشون متشکل هستن. با معلمان روبرو هستیم که تشکل‌های سنفی سراسری خودشون متشکل هستن. با زنان روبرو هستیم که به یک جنبش پرفروغ و پرامید هستن و بسیار رزم روزانه‌ای را سازمان دادن. با جنبش ملیت‌های روبرو هستیم که دیگه حتی به اون شعارهای احزابی که به اصطلاح بیشتر نگاهشون به بیرون هست پشت کردن، به خودشون یک نیروی توده‌ای جوان شکل گرفتن و در پیوند با سراسر ایران و مردم ایران خواستهای بسیار روشنی رو دارن مطرح میکنن، همزیستی مصالحت آمیز رو به شکلی پیش میبرن و با این جنبش ملی روبرو هستیم و یک جنبش گسترده دفاع از محیط زیست روبرو هستیم که تمام جوها از طریق این شبکه‌های اجتماعی میبینیم که تمام به عنوان جنایت‌هایی که در حق محیط زیست کردن دارن نشون میدن. این جنبش توده‌ای گسترده‌ای که در گام به گام خودش را سازمان میده، گام به گام پیش میاد، ما نمونه‌های اون رو توی دی 96 دیدیم، آبان 98 دیدیم، توی به اصطلاح آذر 97 دیدیم، توی تیر ماه 1400 دیدیم در خوزستان که مسئله آب و مسئله محیط زیست، مسئله ملیت‌ها باش پیوند خورد و اون همبستگی که وجود داره با اون جنبش ما در سراسری رو دیدیم. اینها با چنین جنبشی بسیار آقا و بسیار سازمان یافته روبرو هستن و میخوان بر چنین جامعه یک حکومت طالبانی، یک حکومت خلافت اسلامی مصباحی سازمان بدن. یعنی این تصور عبثی است که اینا دارن و فکر میکنن که با این کار میتونن راه به جای ببرن. واقعیت هستش که جنبش توفنده مردم ایران، اون قدرت سازمان یابی مردم ایران بسیار پرفروغ هست، پرتوان هست
ما یک دستاورد بزرگی هم که درسته که حوادث افغانستان باعث ضربه سنگینی به تاریخ عربستان، به تاریخ افغانستان، به مردم افغانستان، به زنان افغانستان زد، ولی یک آگاهی توده‌ای به مردم ایران داد و اون اینه که تمام کسایی که به قدرت‌های خارجی آویزان هستند، از قدرت‌های خارجی خواهان منطقه پرواز ممنوع هستند، از قدرت‌های خارجی خواهان بمباران ایران بودند، از قدرت‌های خارجی خواهان تحریم ایران بودند، اینا اونچنان مفتضح شدن که نقشی نخواهند داشت. یعنی هر چه نقش اونا کمتر بشه، نقش خود مردم ایران، نقش نیروهای پایه‌ای که در ایران هستند، تشکل‌های قدرتمندی که دارن شکل می‌گیرن، برجسته‌تر خواهد شد. به اینها هستن که میتونن سرنوشت جامعه ایران و سرنوشت تحولات ایران رو رقم بزنن. به اینها هستن که میتونن این تلاش حاکمیت برای یک پارچه‌سازی را به یک نقطه انفجاری، به نقطه مرگشون تبدیل کنن، همونطور که حزب رستاخیز به اون تلاش‌هایی که شاه کرد برای اینکه یک پارچه کنه خودش و در مقابل مردم وایسته، عملاً به سرنوشتش منجر شد. ما در این مسیری حرکت داریم می‌کنیم با امید اینکه این حرکت، این جنبش مردم هر چه پرتوان‌تر پیش بره و این کابینه پیشکار هم هیچ کاری از پیش نخواهد برد، به یک نیروی مفتضح تبدیل خواهد شد. روز باشید.